سلام، شب شما بخیر. با برنامه بازار از تلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. انتقاد بازرگانان از وزارت زراعت. شمار از بازرگانان وزارت زراعت آبیاری را در ساختن سردخانه های بزرگ در کشور ناتوان می دانند. زمستان مال ما را یخ می دانه، بار مال ما گنده می شه. هیچ دولت به ما رجوع نمی کند. غیر فعال بودن اسکنرهای گمرک اسلام قلعه. با گذشت بیش از 5 سال گمرک هرات و در حال حاضر گمرک اسلام قلعه بدون اسکنرهای بزرگ کار کرده است. شرایط تطبیق از یا مرجع تطبیق از گمرکات هست که متاسفانه به دلیل نبود امکانات تکنیکی از جمله اسکنر این برنامه های حمایتی حکومت افغانستان تطبیق نمیشه. ادامه اعتراض مشترکان شرکت برشنا در هلمند. شرکت برشنا در واکنش به اعتراض مشترکان این شرکت در هلمند میگه که برای ایجاد سهولت ها در خدمات این شرکت برنامه های را روی دست دارد. و نگرانی از ادامه آلودگی هوا در دهلی نو. باشندگان دهلی نو از ادامه آلودگی هوا در این شهر نگران هستند. زرمینه محمدی هستم تا 1 ساعت دیگر با تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. شماره از بازرگانان وزارت زراعت آبیاری را در ساختن سردخانه های بزرگ در کشور ناتوان می دانند. این بازرگانان می گن که با گذشت 6 سال این وزارت نتوانسته از حداقل 1 سردخانه معیاری با ظرفیت بزرگ در کشور بسازد. آنان می افزایند که هرگاه حکومت برایشان زمینه اجاره بدهد می توانند در کمتر از 1 سال سردخانه بزرگ و معیاری بسازند. این در حالی است که هر سال به علت نبود سردخانه ها بخش از فرآورده های کشاورزی کشور فاسد می شوند. فصل برداشت فرآورده های گوناگون کشاورزی و باغی فرا رسیده است، اما نبود بازار برای این فرآورده ها شمار از کشاورزان و باغداران را ناگزیر می سازد تا حاصلاتشان را با بهای اندک در کنار جاده ها بفروشند. برای حل این مشکل 6 سال پیش طرح ساخت 8 سردخانه بزرگ در کابل و شهرهای بزرگ کشور ریخته شد. با آنکه پول برای ساختن این سردخانه ها وجود داشته است، اما تاکنون که پایان حکومت وحدت ملی است این سردخانه ها ساخته نشدند. زمستان مال ما را یخ میزنه، بار مال ما گنده میشه. هیچ دولت به ما رجوع نمی کند. با نبود سردخانه ها همیشه محصولات زراعتی فاسد میشه و یا ای که به قیمت بسیار ناچیز به بازار عرضه میشه. اکنون بازرگانان میگویند که اگر حکومت زمینه ها را برایشان فراهم سازد، حاضرند این پروژه ها را در زمان اندک عملی سازند. همجوار مارکت زمین های دولت است. امی زمین دولت بر تاجرها طور اجاره به مدت 5 سال 10 سال قرارداد بده، ما چند تاجر به دست جمعی خود ما یک سردخانه جور میکنیم. وزارت زراعت آبیاری همواره از مرحله داوطلبی برای ساخت این سردخانه ها خبر داده است. یک تعداد از مراحل دیزاینش تکمیل شده و داوطلبی گذاشته شده، یک تعدادش هم تا چند ماه آینده دیزاین و مراحل تدارکاتش نهایی میشه. افزون بر این، وزارت زراعت آبیاری در سال 1396 اعلام کرد که در بهار سال 1397 کار ساخت 12 سردخانه دیگر هر کدام با ظرفیت 500 تن آغاز خواهد شد. اما اکنون میگوید که کار ساخت این سردخانه ها سال آینده سوی اداره عملیاتی و حمایتی ریاست جمهوری آغاز خواهد شد. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای حاجی میرویز حاجی زاده، یکی از بازرگانان. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، برای تمام کارکنان شما و تمام بیننده های تلویزیون تولینوز شما. ممنون آقای حاجی زاده. پیش از این بارها وزارت زراعت آبیاری
از ساخت سردخانه های بزرگ در کشور سخن گفتند. ما هم مثلا یک بخش از چه فرآورده های کشاورزی ما هست یا هم باقی است از دست میتیم ملت از این که سردخانه های میاری در اونجا نداریم. مثلا در حدود 6 سال پیش طرح 6 سردخانه بزرگ در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان تحریزی شد، اما تاکنون از ایجاد این سردخانه ها خبر در دست نیست. پس با این حالت وضعیت صادرات چگونه است و شما به عنوان یک بازرگان چقدر با مشکل در این بخش روبرو هستید؟ تشکر میکنم از شما، تشکر از تلویزیون شما که همیشه رسانه است که پل ارتباط میان دولت و میان ملت است. من یکی از پیشنهادهای خودم میکنم، بالخصوص به وزارت زراعت جناب وزیر صاحب، شما از سردخانه چی جور کردی؟ ای 5 سال است که تاجرا داد میزنه، افغان میزنه که بلیاز خدا ما به سردخانه ضرورت داریم. مگر کوک گوش شنوا کی را بشنوه، ما حکومت هم علامت نمیکنم، ما که مشکل داریم، امرای تاجرا که مشکل داره، امرای وزارت زراعت مشکل داره. وزارت زراعت یک سردخانه را چی ساختن؟ از سردخانه بمب اتم ساختن. اگر بمب اتم می بود جور میشد، یک سردخانه برای چی مشکل داره؟ اگر وزارت زراعت نمیتونه که یک سردخانه جور کنه، به خود تاجرا واگذار بسازه، 2 جریب 3 جریب زمینه، هم جوار مارکت است، زمین دولت است، به طور اجاره بده برای امید تاجرا بده. امید تاجرا وعده من برشون به نمایندگی تمام تاجرای مارکت میوه وعده برشون میتم که به مدت 6 ماه، به مدت 1 سال بهترین سردخانه جور میکنیم به استانداردی که به 4 گوشه آسیا و به 4 گوشه همسایه ما، هیچ کدام مشکل نداره، از وا بهتر جور میکنیم و بعد از میار زمان اگر به 5 سال قرار داد بده یا به 10 سال قرار داد بده، 10 سال بعد پس همین سردخانه را ما واگذار میسازیم به خود دولت، به خود وزارت زراعت. باز وزارت زراعت میتونه که همین سردخانه را به اجاره و به داوطلبی بده، با ایندی وطن خوب است، فعلا به تاجرا خوب است. خب حاضر هستین چقدر سرمایه گذاری در این بخش بکنین، چه شما چی هم بازرگانان دیگر؟ هرچی که مصرف داشته باشه یک سردخانه، تاجر حاضر هستن برای ازی پیشنهاد دادین. خود جناب وزیر صاحب امرای ما باید مشوره کنه، امرای ما باید پرسان کنه که شما به کدام ظرفیت جور میکنه، به هر ظرفیتی که حکومت خواهش کنه ما به مو ظرفیت برش سردخانه جور میکنیم. ما اتحادیه داریم، رئیس اتحادیه داریم، معاونای ما، دوستا، همه تاجرا هستن، میشینیم. اگر وزیر صاحب زراعت یک وقت میسر کنه ما را دعوت کنه، امرای ما تو یک زمینه را مساحت بسازه. همین پیشنهادتون با وزارت زراعت آبیاری هم گفتین تا کنون؟ چندین بار ما در 5 سال میگیم، ما گفتم به شما قبلا با چه کسانی از وزارت زراعت؟ امروی خود وزیر صاحب، ما باید هفته یک بار، اگر هفته یک بار نمیشه ما باید ماهانه یک بار امروی وزیر صاحب زراعت جلسه داشته باشیم، مشوره داشته باشیم. وزیر صاحب زراعت اقتصاد افغانستان هم به اقتصاد اروپا ضرب میزنه. شما قضاوت کنید امروز افغانستان امرجنسیست، امرجنسی مانای ازی بر شما بهتر معلوم است که دولت نیست که دولت مثل اروپا واری باشه، اقتصاد ما اقتصاد اروپا واری باشه. ما زمینه را دیده باید اقدام کنیم، مگر وزیر صاحب زراعت نه نکده، هیچ بی‌تفاوتی کرده، گپ ما را نشنیده. دو بار امرایش ششتیم، امرایش مشوره کردیم، مگر کوکی که کسی باشه در رأسش که پیگیری کنه، بی دولت پیگیری کنه و هیچ مشکل نیست. ما سردخانه را خود ما جور میکنیم، اگر واسه زیان میرسه، اگر واسه زیان میرسیم امکان نداره، ما در خدمت هستیم. بله آقای جزاده، بیان روی ازی هم صحبت بکنیم. در کنار ازی که شما آماده هستین سرمایه گذاری بکنین، اگر فرصت بر شما مهیا شوه و وزارت زراعت آبیاری این امکانات در اختیار شما قرار بده، ما میخوایم بپرسم که همه ساله ما چه در بخش کشاورزی، چی در بخش میوه های تازه، چقدر از بخش از این فرآورده ها را از دست میتیم به علت از این که سردخانه نداریم. مثلا در جریان امسال ما چقدر زایات داشتیم؟ شما خو انار دیدی، شما سرنوشت انار دیدی که یک سیر انار به کدام قیمت، به کدام نرخ به بازار رسید؟ اگر ما سردخانه می داشتیم، امو اناری که به ظرفیت به قیمت 100 افغانی، 1.5 افغانی، 200 افغانی به بازار عرضه شد، امو انار ما می تونستیم که در سردخانه بانیم. وقتی که بازار خوب شد، بازار سر پا استاد شد، بازار نرخ شفزایش یافت، ما می تونستیم که به بازار عرضه کنیم و همگی دوستا از او مستفید شوه و به بازار دسترسی کنه. بدبختانه که ما سردخانه نداریم. پاکستان یک ملک است، هم جوار ما، یک دیقان پاکستان، یک تاجر پاکستان بسیار بهترین سردخانه را جور کرده میتونه بر خود. یک دیقانی که 500 جریب 400 جریب زمین داشته باشه بهترین سردخانه را جور کرده میتونه. آیا تاجرای مارکت یک سردخانه را جور کرده نمیتونه؟ میتونه، از او کده بهترش جور میکنه، در صورتی که زمین به دسترس تاجرا باشه. تاجرا زمین ندارن، هم جوار مارکت زمین دولتی است، اگر بفروشه تاجرا به خریدارش حاضر هستن که بخرن، اگر به اجاره بده تاجرا حاضر هستن. اگر خود وزارت زراعت یک سردخانه جور کنه، این مهم نیست،
تا وزیر صاحب زراعت ما رفته در بامیان سردخانه جور کرده. شما فکر کنید در سایبریا به یخ ضرورت است؟ نیست. بامیان خودش سرده است. بامیان بهترین تاکوی ها داره، او به سردخانه چی ضرورت داره؟ این یک عملی است که در دوران است و ایت سرش گم است، معلوم نیست. کارهای مقطعی بیشتر صورت میگیره تا کارهای بنیادی. هیچ هیچ کلش کار واسطه و ربط و حساب داره. ما از وزیر زراعت بسیار بسیار ناراض هستیم. تمام تاجرها از وزیر زراعت ناراض هستند. میتونه که بشینه جلسه بگیره، امرای ما مشوره کنه. ما در بسته طول 5 سال امرای وزیر صاحب زراعت بسته اتحادیه ما 2 بار جلسه گرفتیم. آیا وزیر صاحب زراعت متوجه نمیشه؟ دیقان خو ما میشناسیم. دیقان خو ربط بر ما داره. وقتی که ما امرای دیقان ربط داریم، امی بازار با شما بهتر معلوم است پاک افغانستان یک ملکی است که 4 دروازهش سال از مدای ما 366 روز است. در 366 روز چه امکان نداره که 100 روز از این رخصتی نباشه. ایتو رخصتی ها داریم، رخصتی های دوامدار 6 روز افروز، 6 روز افروز در یک دروازه که سبزیجات یا میوه تازه بیاید، هم میوه تازه در اسکنر در دروازه استاده است، هم سبزیجات استاده است، هم سنگ و زغال و چوب استاده است. این رای خدا نیست. 4 روز 5 روز در دروازه استاده است. بعد از او که وارد مارکت میشه از 4 دروازه سبزیجات این خود زیاد میشه. این که تاجر میبینه که سردخانه نداره، جای نگاه داشته نداره. مثلا همی چند پروگرام همی پیشنهاد کردم که یک فامیلی تکرار میشه، یک فامیل یک چارک میواره بدون یخچال نگاه کرده نمیتونه. یک تاجر خو هیچ وقت بیچاره نمیتونه که صداتونه بیاره و باز بازار خراب. این باعث ضعف و پریشانی و پسمانی تاجر میشه. بله. آقای جزاده، من میخوایم بپرسم همین که ما امسال چقدر صادرات داشتیم؟ به ویژه شما با همین مشکلاتی که در حال حاضر فرای کاربار شما وجود داره، چقدر تانستین صادرات بکنین؟ به ویژه پاکستان که یکی از بزرگترین بازارها بر میوه و سبزی افغانستان است. پاکستان خو اما ساله اگر تعرفه گمرکیش 5000 کلدار بود، تو را به 10000 کرد. سال قبلی 10000 بود، امسال 21000 و 22000 کلدار کرد. اگر سال آینده باشه، این باعث به 30000 تا 40000 کلدار افزایش میده تعرفه گمرکی خود افغانستان. ملک افسوس به حال ما، افسوس به حال ما. ما رنج میبریم این حالت که میبینیم. اگر در مقابل پاکستان افغانستان تعرفه گمرکی خود یک بار بلمثل تعرفه گمرکی خود همین سال در وقت موسم صادرات از یا که به قزاقستان و ازبکستان میشه افزایش بده، پاکستان سال آینده ایرنم امکان نداره که. تشکر از شما. تشکر، سپاس از اینکه من گرفتن. خیلی سپاس از شما. تشکر از شما. زنده باشید. تا لحظات دیگر. خیر فال بودن اسکنرهای بزرگ گمرک اسلام قلعه. ادامه برنامه بازار خوش آمده. در این بخش از برنامه بازار آخرین و تازه ترین تحولات افغانستان در بخش مواد خوراکی، در بخش نفت و گاز می و همچنان بازارهای ارز افغانستان در اختیار شما قرار داده می شود تا بتونه سهولت در معاملات روزمره تان باشد. در نخست می بینیم های مواد خوراکی چگونه است، چه تغییرات تاکنون در بخش مواد خوراکی رونما شده است. 50 کیلوگرم آرد 1530 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش میرسه که البته ما روز شنبه داشتیم که 50 کیلوگرم آرد 1540 افغانی به فروش میرسید که از روز شنبه تا کنون در حدود 10 افغانی در این بخش کاهش به میان آمده. 1 لیتر روغن 73 افغانی به فروش میرسه که روز شنبه در حدود 72 افغانی به فروش میرسید. 1 افغانی در این بخش نیز افزایش دیده میشه. به همین ترتیب 1 کیلوگرم برنج سیل اول 90 افغانی به فروش میرسه که روزهای گذشته تا 105 افغانی، البته روز شنبه 105 افغانی داشتیم، در این بخش کاهش تقریبا به میان آمده. 1 کیلوگرم لوبیا 90 افغانی به فروش میرسه. به همین ترتیب 1 کیلوگرم نخود هم 90 افغانی به فروش میرسه. 1 کیلوگرم شکر در حال حاضر در بازارهای مواد خوراکی 40 افغانی به فروش میرسه. به همین ترتیب چای 1 کیلوگرم چای هم 280 افغانی به فروش میرسه در بازارها. با رسیدن فصل سرما و انتظار مردم هم همین است که چون در این روزها بیشتر شهروندان تلاش میکنند تا مواد خوراکی و دیگر مواد مورد نیازشان را تهیه بکنند، انتظار همین است که حکومت بتواند با نظارت از بازارها بهای کالاها بیشتر از این افزایش پیدا نکنند.
و هم بهای نفت و گاز مایع. یک کیلوگرم گاز مایع 50 افغانی به فروش میرسه، یک لیتر پترول 48 افغانی به فروش میرسه، به همین ترتیب دیزل یک لیتر دیزل 47 افغانی به فروش میرسه که روزهای گذشته تا 49 افغانی هم به فروش میرسید. وقت هم نگاه میاندازیم به بازارهای ارز. یک دلار امریکایی 78 افغانی و 30 پول مورد تبادله قرار میگیره، یک رو 86 افغانی و 60 پول تبادله میشه، به همین ترتیب یک درهم مراد 21 افغانی و 25 پول در مقابل پول افغانی مورد تبادله قرار میگیره، 1000 هندی 1100 افغانی تبادله میشه، به همین ترتیب تومان 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی هم 497 افغانی در بازارهای ارز مورد تبادله قرار میگیرد. و بینندگان عزیز، در این بخش از بازار همکارانم گزارش را در مورد گمرک اسلام قلعه آماده ساختند. با گذشت بیش از 5 سال گمرک هرات و در حال حاضر گمرک اسلام قلعه بدون اسکنرهای بزرگ کار کردند. مسئولان گمرک هرات میپذیرند که غیر فعال بودن اسکنر در این گمرک گذشته از فرار از طرفه های گمرکی زمینه ها را برای واردات کالاهای ممنوع شده به کشور فراهم ساخته است. در این حال هم مسئولان اتاق صنایع و معدن ولایت هرات میگن که به علت نبود اسکنر در گمرک اسلام قلعه بخش از کالاهای با ارزش و به نام کالاهای کم ارزش در مراحل گمرکی میشوند و این کار سبب فساد در این گمرک شده است. اینجا محل بازرسی کالاها در گمرک اسلام قلعه هرات است، جایی که دستگاه اسکنر در آن نصب و تمامی کالاها با عبور از این اسکنر شناسایی می شوند. این اسکنرها می توانند گذشته از مشخص ساختن نوعیت کالاها از ورود کالاهای ممنوع جلوگیری کنند. مسئولان گمرک هرات می گویند که غیر فعال ماندن این اسکنر سبب فساد اداری و فرار از تعرفه های گمرکی شده است. تاثیر مستقیم داره سر یواید ما اسکنر ما دو ذکر کرده بودم. مورا شخصا خودم تعقیب میکنم یا که سابق بریتان هر کسی هر تا خدا سپرده میشه که وا در ارتباط نظر خدا بگین منتا. این هم دستگاه اکسری گمرک اسلام قلعه هرات که به هدف جلوگیری از قاچاق ارز و مواد مخدر در این محل جابجا شده است، اما این دستگاه هم کار نمی کند. تعرفه هایی که وضع شده برای حمایت از تولیدات داخلی، شرایط تطبیق از یا مرجع تطبیق از گمرکات هست که متاسفانه به دلیل نبود امکانات تکنیکی از جمله اسکینر این برنامه های حمایتی حکومت افغانستان تطبیق نمیشه. برخی از آگاهان امور اقتصادی میگویند که حلقات مافیایی و کسانی که در حیف و میل درآمدهای گمرک هرات دست دارند از فعال شدن اسکینر در گمرک اسلام قلعه جلوگیری میکنند. و کسایی که انمی تیم و انمی باندهای مافیایی و حلقات مافیایی که به وجود آمده به خوبی میفهمند که اگر اسکنر فعال بشه ممکنه قسمتی از منافع از اونها به خطر مواجه بشه. با اینکه مقام‌های محلی هرات و مسئولان گمرک هرات در این مدت بارها وعده دادن که این اسکنر فعال میسازن، اما تا هنوز فعال نشده. یکی از علتهای اصلی واردات کالاهای مشابه و همچنان فرار از محصولات گمرکی غیر فعال بودن همین اسکنر خوانده میشه. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، گمرک اسلام قلعه هرات. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای جلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات که روی خط اسکای با ما وصل هستن. آقای فرهاد سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدین به برنامه. من میخوام به عنوان سوال نخست از شما بپرسم ببین که چرا اسکنرها در گمرک اسلام قلعه مورد استفاده قرار نمیگیره و در حال حاضر اگر شما تصویرها را مشاهده کرده باشین به یک کفترخانه مبدل شده؟ دلیلش؟ عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و از طریق شما به حضور یکایت هموطنان عزیز. بحث فعالسازی دستگاه‌های اسکنر گمرک یکی از جمله پیشنهادات جدی مقام محترم ولایت هرات به وزارت محترم مالیه بوده که متاسفانه به دلیل بعض مشکلات تکنیکی تا حالا فعال نشده. بارها همکاران ما در وزارت محترم مالیه در این راستا بر ما وعده دادند و حالا هم بر اساس مکاتبی که صورت گرفته وزارت محترم مالیه اعلام آمادگی کردن که به زودی همون وسایلی که مورد نیاز این دستگاه هست که غیر فعال شده اینا رو وارد میکنم، نصب میکنم و دوباره فعال میسازن.
بله آقای فرهاد، من میخوام بپرسم در طول 5 سال است که همین مشکلات فنی که شما از او یاد میکنین در این گمرک وجود داشته، به ویژه در گمرک هرات که اکنون انتقال پیدا کرده به گمرک اسلام خلا، در این 5 سال آیا اینقدر مشکل بوده که این مواد فنی باید خریداری شوه یا مشکلات فنی این اسکنرها حل شوه؟ ببینید، بحث گذشته ها، خب اداره کنونی محلی ولایت هرات مسئولیت گذشته نمیپذیره، اما چیزی که من خدمت شما عرض میکنم، اراده قوی که شخص والی هرات به خاطر مبارزه با فساد، به خاطر از بین بردن عوامل و چالش هایی که فرارای تجارت و ترانزیت است و پیگیری های جدی که شخص مقام ولایت هرات با وزارت مالیه داشتن، و همین امروز جلسه مفصلی با سکتور خصوصی تجار و فعالین سکتور خصوصی داشتن، این موضوع تلفنی با حضور تجار با مسئولین ارشد وزارت مالیه شریک ساختند. در کنار سایر خواست‌ها، یکی از خواست‌های مقام ولایت هرات و به تبع از او خواست‌های سکتور خصوصی و مسئولین گمرک این است که دستگاه اسکنر فعال بشه. وعده جدی داده شده و گفته شده که مشکلات تکنیکی بود، ان شاء الله به یاری خداوند حل میشه و دستگاه فعال میشه. و امیدوار هستیم که مسئولان و مسئولان در وزارت مالیه و همکارانمون در بخش های زیرب در این راست توجه جدی بکنن و انشاءالله با فعالسازی این دستگاه اسکنر بخش قابل ملاحظه از مشکلات و چالش هایی که هم در سرعت طی مراحل اسناد هم جلوگیری از فرار عواید رونما خواهد شد و این میتونه رضایت مردم، مسئولان و سکتور خصوصی در پی داشته باشه و سبب جلوگیری از فرار محصول بشه. بله آقای فرهاد، با این خوشبینی را که شما دارین که قرار است مشکلات فنی دستگاه اسکنر در گمرک اسلام قلعه حل شوه، ما میخوایم بپرسیم که چقدر فرار مالیاتی در حال حاضر وجود دارد در این گمرک و چقدر هم کالاهای مشابه وارد بازارهای هرات یا بازارهای دیگر افغانستان میشه؟ من با جرات خدمت شما اعلام میکنم که لااقل در طی 2 ماه اخیر شخص والی هرات سفری داشتن به ولسوالی کوهسان و شهرک اسلام قلعه. 2 هیئت به شمول رهبری مقام ولایت هرات، معاونین مقام ولایت هرات، مسئولین ریاست ترانسپورت توضیح شدن، رفتن مشکلات به گونه میدانی بررسی کردن، ارزیابی کردن. تمام این تلاش ها و مجموعه جدیت رهبری مقام ولایت هرات ای هست تا ما بتونیم از آقای فرهاد، شما در طول این 2 ماه متوجه شدین که در گمرک اسلام قلعه این چنین مشکلات وجود داره و دستگاه اسکنر در اونجا کار نمیکنه، چرا پیش از این اقدام نکردین؟ چون فرار مالیاتی، فرار از طرفه های گمرکی بیشتر وجود داره در این گمرک و بارها بازرگانان شکایت کردن از این بابت. در ماهای اخیر مجموعه از اقدامات مقام ولایت هرات به خاطر مبارزه با فساد و بهتر شدن وضعیت در گمرکات انجام شده. قبل از این گمرک اسلام قلعه، گمرک مسئولی در شهر هرات موقعیت داشت، در مسیر را فرار عواید وجود داشت. تقریبا یک مدت کمی میشه که گمرک اسلام قلعه انتقال یافته و طی مراحل محصولی در اونجا صورت میگیره و این خود از او به خاطر جلوگیری از فرار محصول و مالیات صورت گرفته. و این جدیتی که من خدمت شما عرض کردم از سفرهای پی در پی مقام ولایت، توضیح هیئت ها، اینا همه با خاطر عزیز که ما مشکلاتی که در اونجا هست مشکلات حل بشه. امیدوار هستیم که به همان گونه که وزارت محترم مالیه وعده دادن در عرصه ساخت زیربناها اقدامات بشه، این ساخت زیربناها از فعالسازی دستگاه اسکنر گرفته تا ایجاد تاسیسات جدید و فراهم ساختن تسهیلات به سکتور خصوصی و واردکنندگان، که اینا همه یکی پی دیگر انشاءالله عملی خواهد شد. و همون تلاش هایی که ما داریم به جدیتی که حالا شروع کردیم و هدف تعیین شده به وزارت، به ریاست گمرک هرات تعیین شده به خاطر جمع‌آوری مسئول، اینا باید محقق بشه. تعهد ما به پیشگاه مردم افغانستان، به پیشگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که از همه ظرفیت و توان خود به خاطر مبارزه با فساد، به خاطر جلوگیری از فرار عواید و به خاطر فراهم ساختن سهولت‌های بیشتر به سکتور خصوصی و همچنین فراهم ساختن. بله آقای فرهاد، ما می‌خوایم بپرسیم از شما مشخصا به اینکه سطح فساد یا سطح فرار طرفه‌های گمرکی در گمرک اسلام قلعه به چه مقدار است؟ خب ارزیابی مشخص از میزان فرار عواید و محصول وجود نداره. اگر ما سراغ داشته باشیم که فرار عواید از کدام مرجع و کدام مسیر صورت میگیره، خود طبیعتاً خود ما به خاطر جلوگیری از فرار اقدام میکنیم. مجموعه همین اکنون که من برای شما صحبت میکنم، تیمی از موظفین در گمرک اسلام قلعه هستند که اینا خود از اینا به خاطر امو بسرسازی
بله آقای فراد، من فکر نمیکنم تا زمانی که این دستگاه ها اسکنر در اونجا فعال نشه، هر قدر که شما هیئت بفرستین به این گمرک نمیتونه جلو و فساد بگیره، چون اینا هر لحظه بالای اموالی که وارد و صادر میشه وجود ندارن که بتونن نظارت دقیق‌تر داشته باشن. دقیقاً بحث نظارت جداست و بحث فعالسازی دستگاه اسکنر جداست. بله. ما نمیتونیم دست روی دست بگذاریم تا زمانی که دستگاه اسکنر فعال میشه بگذاریم وضعیت این گونه باشه. ما مجبور هستیم که شیوه های نظارتی، شیوه هایی که از طریق اطلاعات کشفی و اطلاعاتی، از بخش های دیگر، از همه این امکانات و ظرفیتی که در سطح ولایت هرات وجود داره، به خاطر جلوگیری از فرار محصول استفاده بکنیم و در این راستا بسیار جدی هست. بله، تشکر، سپاس از اینکه در این مورد جزئیات بیشتر ما ارائه کردین. سپاس از شما. و تا لحظات دیگر، آماده شدن مسوده بودجه سال آینده مالی. شما بیننده برنامه بازار هستید. وزارت مالیه میگوید که مسوده بودجه سال مالی آینده آماده شده است و قرار است فردا برای تایید در نشست کابینه ارائه شود. سخنگوی این وزارت میافزاید که هرگاه مسوده بودجه در نشست کابینه تایید شود، در هفته روان این مسوده برای تصویب به پارلمان فرستاده خواهد شد. در این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگن که تلاش دارند در مسوده بودجه سال آینده پروژه هایی که سالهای گذشته نیمه کاره ماندن اولویت دهند. تا 40 روز دیگر سال مالی 1399 آغاز می شود، اما روشن نیست که همزمان با آن روند عملی سازی بودجه این سال نیز آغاز خواهد شد یا نه. وزارت مالیه می گوید که به زودی مسوده بودجه به پارلمان برای تصویب فرستاده خواهد شد. مسوده بودجه سال مالی 1399 فردا به کابینه فرستاده می شود. در صورت که از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تایید قرار بگیره، به زودترین فرصت در جریان همین هفته به پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد. ولی در صورتی که تغییرات بیاید و تغییرات مد نظر گرفته، بعد از تایید کابینه در موقع مناسب ولی به زودترین فرصت به خانه ملت به خاطر تصویب روان خواهد شد. سند بودجه ملی در 18 سال پسین هیچگاه پیش از آغاز سال مالی یا حتی در آغاز سال مالی تصویب نشده است. برخی از اعضای مجلس نمایندگان همواره تأخیر در فرستادن مسوده بودجه را به پارلمان از علت‌های آن گفتند. با باور یکی از آگاهان امور اقتصادی، چانه‌زنی‌های برخی از اعضای مجلس برای تأمین منافع شخصیشان از علت‌های دیگر تأخیر در تصویب بودجه بوده است. او دغه بودیجه چې کله د حکومت لخوا دوی ته پاس کیږي، دوی د ځوانانو د ټولنې او په کل کې د افغانستان او ملي منافع په نظر کې ونیسي، د پرته د شخصي ګټو څخه دا باید دوی په وخت باندې تصویب کړي تر څو په وخت باندې عملي هم سي. در همین حال یکی از اعضای مجلس نمایندگان میگوید که اعضای این مجلس از جا دادن پروژه هایی که بیلت های همچون نبود پول کافی عملی نخواهند شد در بودجه خودداری کنند. توجه همه وکلای محترم در رابطه با آمدن سند بودجه ملی سال 1399 جلب میکنیم که اولویت کارین باشد تمام پروژه هایی که تطبیق نشده یا بعض پروژه ها که لات اول و اینا اشتراک شده بعدی لات دوم و سومش مانده باید اولویت کاری به اینها داده شود. در حالی که تا چند روز دیگر مسوده بودجه سال مالی 1399 برای تصویب به پارلمان فرستاده خواهد شد، مجلس نمایندگان تا هنوز بررسی هایش را در پیوند با قطعی سال مالی 1397 به پایان نرسانیده است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم.
ممنون. آقای زمیان، چنانه که ما 40 روز دیگر البته فاصله داریم تا سال مالی 1399 میلادی هجری خورشیدی در افغانستان، اما روشن نیست که ما وقتی که میریم مسوده بودجه از طرف وزارت مالی آماده ساخته شده، در حال حاضر هیچ سال در حداقل در این 18 سال ما ندیدیم که در شروع سال مالی یا پیش از سال مالی ما مسوده بودجه را مورد تایید پارلمان قرار بدیم و از اونجا مورد تصویب قرار بگیره و بره به طرف اجرا شدن. عمدترین مشکلاتی که در بودجه وجود می داشته باشه کدام مورد است و چرا برش پرداخته نمیشه؟ ببینید، بودجه در واقع آینه حکومتداری تمام دولت ها هست. وقتی شما بودجه هر سال نگاه میکنین، در بخش عادی میبینین که حکومت چقدر تانسته افیشینسی خوده یا اقتصادی بودن یا بیوکراسی و تشکیلات خوده به اصطلاح بالا ببره، و وقتی به بودجه انکشافی نگاه میکنین میبینین که حکومت در پورتفولیوهای مختلف امنیت، صحت، آموزش، زیربناها، حکومتداری و سایر سکتورها چه چیزها و کدام پروژه ها رو در اولویت خودش قرار داده. بر اساس صحبت‌هایی که امسال توسط مسئولین شد، بیشتر به پروژه‌هایی گفتن که توجه میشه که بتونه سطح عواید رو بالا ببره، بتونه تغییر در دسترخوان مردم ایجاد کنه، بتونه فقر رو کاهش بده، بتونه اشتغال زایی بکنه. بله. خب بودجه یک روال داره که متاسفانه همیشه زمانگیر بوده است، به خاطر از اینکه وزارت مالیه مجبور است که در سقف بودجه تمام پیشنهادات ادارات رو بررسی بکنه و تلاش بکنه در سقف بودجه بر اساس عواید یا دخل و خرج کشور به اصطلاح او رو عیار بکنه. خب بعدش کابینه هست، بعد از کابینه پارلمان هست و وکلای هر ولایت روی توازن و روی که یک بودجه مناسب برای ولایتشان تخصیص پیدا بکنه. این موضوعات همیشه موضوعات جنجالی بوده و یک مقدار زمانگیر هست، اما در آخر روز خب خوشبختانه حداقل در سال گذشته پارلمان با یک اکثریت قاطع بودجه رو تصویب کرد که انشالله امیدوار هستیم که در سال بعدی هم در یعنی بودجه سال آینده رو هم پارلمان بتونه که بسیار زود تصویب کنه، البته بعد از تصویب کابینه. آقای زمی، یک مشکلی که در کنار خود ساختار بودجه وجود می داشته باشه همین است که چانازنی هم که برخ از اعضای مجلس انجام میتن به این که همون پروژه هایی را که خود از اینا میخواین یا منافع شخصیشون در شمار از پروژه ها که بیشتری را جابتن برش، و یکی از علت های هم می باشه که بودجه به زمان معینش مورد تصویب پارلمان قرار نمیگیره. خب دقیق است، بودجه متاسفانه در خیلی از موارد تحت شعاع مسائل کمپاینی، انتخاباتی و سیاسی برای حوزه های رأی دولت مردان و مشخصا وکلای پارلمان شده است. وکلا تلاش کردن پروژه هایی رو که فکر میکنن تاثیرگذار هست در جلب آرای در واقع کانستیتوئنسی یا جاهایی که رأی دارن، او تلاش کردن که پروژه ها رو شامل بسازن و یک سری رقابت ها بین وکلا برای از اینکه پروژه های زیادتر رو به مناطق خودشان ببرن وجود داره، و اینکه چطور با این بالانس بشه این توقعات مختلف یک مقدار زمانگیر بوده است. و این هم فراموش نکنید که ما متاسفانه در خیلی از موارد در 18 سال اخیر شاهد بودیم که روال بودجه سازی بر اساس اولویت های ملی نبوده. تا چه حد پروژه هایی که مثلا در بودجه سال 1399 در نظر گرفته میشه متناسب با برنامه های ملی دارای اولویت است، با چه از مقدار در واقع در هماهنگی با اهداف انکشاف پایدار هست، با در چه اندازه در واقع با چارچوب صلح و انکشاف افغانستان یا NPDF در واقع اینا عیار هست. اما متاسفانه اکثر وقتا پروژه ها از مکانیزم های توسط وکلای پارلمان، تعهدات والی ها، از روش هایی که بیشتر جنبه سیاسی، کمپاینی و انتخاباتی داشته پروژه ها شامل بودجه شده. خب تلاش هایی شده که بودجه ملی بشه و بر اساس اولویت های ملی عیار بشه، خب اما همچنان در فضای مثل افغانستان خب مشکلاتی وجود داشته است. بله، واسه ما میخوایم بپرسم که همه سال اونچنان که در بودجه دیده میشه، در کنار از اینکه ما پروژه هایی را داریم که چندین سال اینا در بر میگیرن، یعنی پروژه هایی که از سال های دیگر باقی مانده و در سند بودجه اونجا باید گنجانیده شه با مقدار بودجه که اینا نیاز دارن، پروژه های بیشتر و پروژه های جدیدتری هم باید مد نظر گرفته شما. تنها در سال 98 آنچنانی که وزارت مالیه گفته بود بیش از 300 پروژه جدید خرد و کوچک و بزرگ ما داشتیم. بر کشور مثل افغانستان ما عملی ساختن 300 پروژه یعنی تازه میتونه که یک راه حل باشه بر تغییر امان زندگی مردم در اینجا؟ به هیچ عنوان. ببینید، بودجه افغانستان پارسال 399 میلیارد افغانی، چیزی در حدود 5 میلیارد بود. بله. که 275 میلیاردش در واقع
بودجه عادی صرف مصارف معاشات، مصارف عملیاتی حکومت بود و فقط 124 میلیارد دلار میلیارد افغانیش که کم نزدیک تقریبا کمتر میتونم بگیم که از 2 میلیارد دلار هست، بودجه انکشافی بود که شما در سطح سکتورها و 34 ولایت که تقسیم کنید بسیار ناچیز است. بودجه افغانستان اگه با پاکستان مقایسه کنید 1/8 هست. اگه بودجه افغانستان رو مقایسه کنید با بودجه 100 میلیارد دلاری ایران، در واقع اگه 5 میلیارد بگیم 1/20 میشه. در مجموع بودجه افغانستان به هیچ عنوان با یک کشور 35 میلیونی که تمام زیرساخت‌هایش به خاطر جنگ‌های داخلی از بین رفته یک بودجه کافی نیست. بودجه 6 میلیارد، کمتر از 6 میلیارد، یعنی در حدود 5 میلیارد دلار و مشخصاً کمتر از 2 میلیارد برای بودجه انکشافی. من می‌خوام بگم که در حد یک از وزارتخانه‌های که بتونه خدمات رو برسانه نمیتونه زیادتر باشد. بله آقای عظیمی، همواره اونچنان که در سند بودجه دیده شده، به غیر از اینکه مشکلات در خود ساختاری بودجه وجود داره، اما نمو دقیق سنجش بر یک وزارتخانه هم صورت نمیگیره که اینا چقدر ظرفیت دارن، چقدر پروژه میتونن در طول یک سال عملی بسازن. ما تعداد زیاد از وزارتخانه رو داشتیم که حتی در سالهای گذشته اینا بودجه توسعهشون در 6 ماه خود سال مالی صفر بوده، حداقل را رساندن تا پایان سال به 12 یا 20 درصد سطح مصرف بودجه توسعهشون. پس با این حالا چی کار صورت بگیره بر بنیاد ظرفیت نهادهای دولتی بودجه برشون اختصاص داده شد تا اینا هم بتونن همه پروژه را تطبیق بکنن؟ متاسفانه ادارات یا وزارتخانه هایی که بودجه رو تقاضا میکنن بدون ظرفیت ساختاری، ظرفیت تدارکاتی، ظرفیت پروژه سازی، ظرفیت تطبیق پروژه، ظرفیت نظارت، حق مردم یک ولایت رو تلف میکنن. ببین مثلا به حساب یک پروژه 5 میلیون دلار بلاک میشه و او وزارتخانه 5 میلیون دلاری که مربوط به یک ولایت بسیار محروم بوده مصرف نمیکنه. خب در توازن بودجه 5 میلیون دلار وقتی به یک ولایت تخصیص داده میشه، از یک جای 5 میلیون دلار از اون ولایت کم بشه، وقتی بودجه مصرف نمیشه متضررش در واقع مردم اون ولایت هستن. در واقع باید مکانیزم های مصرف بودجه در سطح ولایتی و محلی تقویت بشه. تا زمانی که بودجه به شکل مرکزی باشه، مصرفش، پروژه سازیش، تطبیقش تمام از مرکز بشه، متاسفانه این مشکلات وجود داره. باید ظرفیت ساختارهای ما در ولایت ها افزایش پیدا بکنه و ما بودجه رو تلاش کنیم به سطح محلی هم بودجه سازی بکنیم و هم بودجه رو به شکل مؤثر و درستش مصرف کنید. و ادارات اگر نمیتونن مصرف کنن، این پولها رو در حساب پروژه هایی که مصرف نمیشه بلاک نکنن و حق مردم ولایت رو ضایع نکنن. و این حق وکلای پارلمان هست که هر سال مبالغ هنگفته به حساب یک ولایت در بودجه در نظر گرفته میشه و از چندین پروژه اونها محروم میشن، نهایتاً وزارتخانه هم نمیتونه مصرف کنه و خب این اصل توازن رو در آخر سال به هم میذاره. در خیلی وقتا اگر شما ببینید، شاید در شروع سال مالی توازن تا یک حد در نظر گرفته شده، اما وقتی که ما بعد از تعدیلات در آخر سال بررسی میکنیم، میبینید که توازن به یک شکل بسیار فاحش به هم میخوره، چرا که پولهایی که مصرف نمیشه از یک ولایت به یک ولایت دیگه و این حق بعضی ولایت ها رو متاسفانه ضایع کرده است. بله، باز میخوام یک سوال دیگه هم داشته باشم، به این که ما میرین زمان به طرف این که اگر مصادره بودجه سال مالی آینده مورد تایید کابینه قرار بگیره که روان شوه به مجلس نمایندگان، در حالی که این مجلس قطعیه سال 97 تا مینیمم تکنون بررسی نکردن و نتایج شریک ساخته نشده، که نتایج شریک ساختن این نتایج میتونست که یک راه حل خیلی خوبه بر بودجه سال مالی آینده بر افغانستان باشه. خب مطمئنن قطعیه به اصطلاح در همکاری با اداره عالی بررسی، در واقع یا اداره عالی سابق تفتیش، تقدیم میشه به پارلمان. یک کمیسیون تخصصی دارن در قسمت قطعیه، کمیسیون تفتیش است، در سطح کمیسیون بررسی میشه و این نشان میده که کدام وزارتخانه ها تانستن مصرف درست کنن، کدام وزارتخانه ها در واقع مشکلات حسابی و مالی داشتن، بعض قرضه ها یا در واقع مشکلاتی که در بودجه بوده تمام از او به عنوان تخلفات مالی. حتی بر اساس قطعیه است که اکثر وزرا در سالهای پیش استیزا و برای جوابیه به پارلمان خواسته شده. این کار باید هر چه زودتر تکمیل بشه. تشکر، سپاس از اینکه منظور افتن. خیلی سپاس از شما. تا لحظات دیگر. ادامه اعتراض مشترکان شرکت برشنا در هلمند. به دامه برنامه بازار خوش آمدید. شرکت برشنا در واکنش به اعتراض مشترکان این شرکت در حوزه جنوب و ویژه ولایت هلمند که از 10 روز در این
در این شرکت را بستن میگوید که برای ایجاد سهولت ها در خدمات این شرکت برنامه های را روی دست دارن. آنان در گفتمانی که به همین هدف راه اندازی شده بود میگن که کاهش صرفی برق از صلاحیت های این شرکت نیست. اصلا هم مشترکان شرکت برشنا در حوزه جنوب یک بار دیگر از این شرکت میخوان که برای حل مشکلاتشان اقدام کند. شمار از باشندگان ولایت های روزگان، هلمند و کندهار در یک نشست مشترک با مسئولان شرکت برشنا در کندهار گرد آمدند. در این نشست مشترکان شرکت برشنا در این ولایت ها در کنار بلند بودن قیمت برق از خدمات غیر معیاری کارمندان این شرکت شکایت دارند. از سوی هم در این نشست شماره از باشندگان ولایت هلمند از اضافه ستانی های مسئولان محلی شرکت برشنا شاکی است. دروی وزر دلار پرنیچر نپار اوالسوی چای هزراغی مرور سرا شپرد نیچو خیل پی وطاکی پرتی هم داشی او گرد دشون و زور آوانوش واسم ستا پا پینزاوی از دره دلار قرارداد سو لوی کندهار تا دی برشنا ارزانه کی پا دی بندی چه دا خلق غریبان دی شینل دریم سوال دادی ولسوالی تا دی برشنا ورسی برشنا دی ولسوالی تا ورسی چه پا ولسوالی که دا کلو مشکل حل سی. مسئولان شرکت برشنا هرچند بر حل مشکلات در بخش خدمات این شرکت تاکید دارند، اما میگویند که صلاحیت کاهش قیمت برق را ندارند. کم خلق جب بلونه زیاد را غلی منگه و سلاح کینو و سلاح کن خیمه بجمع که مطابق ده قانون ده اصول دست جول پویگی کارمند زما دفتر کی نی در لین برق و مشارتی کی گی مسئول بسو کی بیا زما دفتر بنده لیکن بیا هم منگه خپل کارمندان رئیسان تی ویل تاسو خیر دی بحر ادرگی دفتر کی موسی لیکن المن باندې برق مکه تکوا پرج خلق مرحت نشی سو کسان به خاطر یا شخصی یا حقیقی. این در حال است که شماره از باشندگان ولایت هلمند از 10 روز بدین سو دروازه شرکت برشنا را در این ولایت بستند. این باشندگان میگویند که در کنار بلند بودن قیمت برق در این ولایت شرکت برشنا نتوانسته است خدمات لازم را به آنان عرضه کند. برای بحث بیشتر در مورد آقای نظر محمد رودی فعال مدنی را از ولایت هلمند داریم. آقای رودی سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. ما میخوایم در مورد اعتراض باشندگان هلمند بیشتر از شما جزئیات داشته باشیم که این اعتراضات وارد 10 روز شده و شرکت برشنا که آمده بودن به ولایت هلمند مشخصا چه تعهدات را به باشندگان هلمند رایه کردن تا بتونه راه حل بر مشکلات هلمند باشه. بسم الله الرحمن الرحیم د هر څخه مخکې سلامونه نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم تاسو ته د تلویزیون درنو کتونکو ته او مننه کوم د طلوع نیوز او ټولو مطبوعاتو څخه چې د خیمې د اولې ورځې څخه بیا تر دې وخته پورې زموږ ټول جریان چې دی تر خبرې پوښښ لاندې نیولی دی. زموږ ته تیرو 2.5 کالونو راهیسې دا همیشه د دې لپاره غږ پورته کړی دی چې زموږ برېښنا زموږ تولیدي برېښنا ده او دلته د یوې خوا فقر و غربت ډېر دی، د بلې خوا بیکاري ډېره ده او زموږ پر خلکو باندې زموږ تولیدي برېښنا په دومره لوړ قیمت خرڅېږي چې د 3 څخه تر 15 افغانۍ پورې پیسې زموږ څخه اخیستل کېږي. په داسې حال کې چې په نورو ولایتونو کې وارداتي برېښنا په دومره لوړ قیمت نه ده. د برېښنا شرکت مسؤولین خپل غالب چې کندهار ته راغلی و هلمند ته نه و راغلی موږ ته یې احوال وکړئ چې تاسې کندهار ته راسئ، خو دلته د خیمې هسپینجرو مشرانو او ځوانانو ټولو پریکړه وکړله چې موږ غالب ته قطعا نه ورځو. زموږ ستونزه معلومه ده که غالب د زموږ موضوع ډیره مهمه یې هلمند ته جراسي، خو متاسفانه چې غالب یو کبرجن سړی دی، غالب یو متکبره سړی دی، په فساد ککړ سړی دی، هغه زموږ ولسونو غږ ته هیڅ درناوی ونه کوي. په کندهار کې ولاړی خپل یو نمایشي غونډه یې وکړله، زموږ د هلمند ولایت څخه قطعا څوک نه دي ورغلي. موږ ټولو پریکړه وکړه نه یو ځوان نه یو سپینځری به د هلمند په استازي سوبل ته ځي. آقای رودی، ما میخوام که شما مشخص تر صحبت داشته باشیم به این که اونچنانه که شرکت برشنا میگه بویژه در قسمت بهای برق در هلمند میگن که صلاحیت های این شرکت نیست کاهش قیمت برق در هلمند، اما مشکلات دیگری که هست اینا به عدم اسپارن از کسانی که بلهایشان اضافه آمده میشنن با اینا صحبت میکنن تا راه حل بر مشکلات از اونا پیدا شوه. خبر ده سیده موج یوه میاش دری میاش مخکی ام خیمه و هلی و بیا دوی موږ ته لیکلی ضمانت راکړی چې د یوې میاشتې په جریان کې موږ تاسې برق ارزانه کړو. زموږ اساسي مشکل د برق د ارزانه کېدلو دی.
موږ ته لیکلی خط راکی خو متاسفانه د هغه راهیسې درې میاشتې وخت نور کیر سو زموږ برق له ارزانه نه سو. صحیح دی که د هلمند محلي د برېښنا اداره که دا صلاحیت نه لري په کابل کې خو دا بورډ دی که چیرې حکومت اراده ولري او د برېښنا شرکت اراده ولري د دې څلورو وزیرانو چې د دې بورډ غړیتوب لري د دې سره یو ځای کول د دې کښېنول ډېره اسانه خبره ده. تا لیدلی چې په درې میاشتو کې زموږ څلور وزیران نشي سره یو ځای کېدلی؟ آیا دا به ولس ومني؟ آیا په دې باندې به یو څوک باور وکړي؟ دلته اراده نشته، دلته د خلکو سره ظلم کېږي، دلته بس فقط او فقط حکومت دې ته اړولی چې څنګه د خلکو د جیبه پیسې وکاږي. دومره ظلم خو تر اخره د ولسونه نسي زغملی. خدای روی دی زموږ حکومت موږ ته خدمات نه وړاندې کوي، موږ ته کار نه برابروي، بیکاري او غربت مو اوج ته رسېدلی دی. خو زموږ متاسفانه چې زموږ غږ ته هم درناوی نه لري. نن زموږ لسمه ورځ ده، هېڅ بله. آقایودی، آنچنان که رئیس شرکت برشنا اشاره کردن که اگر همین خیمه اعتراض از در شرکت برشنا برداشته شود، اینا میتونن که بر مشکلات باشندگان هلمند بیشتر رسیدگی بکنن؟ نه، دا فقط یو بهانه ده، فقط او فقط دوی غواړي چې په دې بهانه او په دغه غولونکې وعده باندې د برېښنا شرکت دروازه خلاصه کړي او دوی بیرته خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسونه په دې پوهېږي چې دوی فقط او فقط موږ خطا باسي. موږ ته یې په تېر وخت کې چې هم موږ دغه د برېښنا شرکت دروازه وتړل، فقط دوې ورځې موږ اعتراض وکړي، دوی عینې خبره موږ ته وکړه. ویې ویل که چېرې د شرکت دروازه باندې ستاسو ستونزو ته موږ رسېدګي نه شو کولی. معتبره کسان یې راواستول، موږ ته یې لیکلی ضمانت راکړی، خو موږ همداسې وکړله. د یوې میاشتې پر ځای درې یا څلور میاشتې تېرې سولې، همداسې وسوله. نو اوس هم فقط دا درواغ دي، دا بهانه ده، فقط د خلکو خطا ایستل دي او دوی دې په دې پوه سي چې نور زموږ خلک نه خطا وځي. که دغه خیمه یو کال دوام کوي، که دوه کاله دوام کوي، تر هغه وخته پورې چې زموږ برق ارزانه کېږي دا ښه خیمه به ولاړې. نور نه موږ د غالب په درواغو خطا وځو، نه د بل په درواغو خطا وځو. موږ خپل د ولس حق غواړو، په هېڅ صورت هم د شرکت مخ نه یې لکوو، خامخا خپل برق ارزانه کول غواړو او نور دا چاته اجازه نه ورکوو. موږ به نور د هر ډول فساد پر وړاندې همداسې قاطع ولاړ یو. تاسې پرون ولیدل د هلمند زرګونه کسان واټونو ته راووتل، یوه لویه مظاهره یې وکړه، مرګ پر غالب، مرګ پر خاینانو نارې وویلې. دا ولس نور تر پزې راغلی دی، دا ولس نور د حکومت دومره ځ. آقایودی، ما میخوایم که شما پرسمان چنان که شرکت برشنا تاکید میکنن، بویژه رئیس شرکت برشنا، همین که اگر امین خیمه اعتراض بر در شرکت برشنا وجود داشته باشه و این در بسته ببانه که در روز از همین کارم شده، اینا میگن که اگر لینه ها شارتی هم بکنه پس مسئولیتش برمیگرده به کی که برق همه باشندگان هلمند قطع شوه؟ مسئولیت به خپل د دوی پر غاړه یې. ولې زموږ ستونزې ته غوږ نه نیسي؟ ولې د دې دومره سپینږرو، ولې د دې دومره ځوانانو، ولې د هلمند د دې دومره غریبانو خلکو غږ ته درناوی نه لري؟ هر موضوع چې وي، هر څه مشکل چې پیښیږي، دا مسئولیت یې د خلکو نه دی. خلکو خپل مسئولیت ادا کړی، خلکو ته دا د درواغو وعده مخکې ورکړل شوې، خلکو یو وار د برېښنا شرکت مخ ورایله کړی دی او اوس چې هم هر څه پیښیږي، که برق چا چې کوي، هر څه چې کوي، دا مسئولیت خپله د دوی دی. ځکه موږ ته یې همیشه درواغ ویلي دي او زموږ ولس نور په دوی باندې هیڅ باور نه لري. هر څه چې پیښیږي د دوی خپل مسئولیت دی. زموږ ستونزې ته رسېدګي نه کوي، زموږ د ستونزې د حل لپاره دوی اراده نه لري. نو که چیرې اراده ولري د څلورو وزیرانو یو ځای کول، تاسې باور وکړئ که اراده یې په یوه ورځ هم سره یو ځای کېدلی شي، په یوه ورځ. چې ډېر وخت واخلي، که څه هم زموږ بدبختانه د ډېرو وزیرانو کورونه د خارج دي، مسافر دي، په خارج کې کورونه دي، دلې مسافرانه ژوند کوي، خو بیا هم د خارج یې لپه یو ټلیفون راغوښتلی شي چې راسئ یو وار دا مسله حل کړو، بېرته به خپل کورو ته ولاړ شئ. هسې خوب ته چې مسافر یاست، افغانستان ته د څو ورځو دپاره راغلي یاست، بس خپل پیسې وړي. بله، تشکر آقایودی، سپاس از اینکه در مورد جزئیات بیشتر بر ما را کردن، سپاس از شما. وقتی هم ادامه خبرها، باشندگان دهلی نواز از ادامه آلودگی هوا در این شهر نگران هستند. آنان میگن که هوای آلوده باشندگان این شهر را به بیماری های گوناگون مبتلا میسازد. با این همه حکومت هند میگوید که سالها بدین سو در تلاش جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست در سراسر هند است. در چند روز پسین در شهر دهلی نو در هند آلودگی هوا بیشتر شده است. بیشتر شدن آلودگی هوا باشندگان این شهر را نگران کرده است. باشندگان دهلی نو می گویند که اگر این وضع به همین گونه ادامه یابد، بیشتر مردم به مشکلات تنفسی روبرو خواهند شد. هرچند آلودگی کاهش یافته است، اما هنوز هوا بسیار آلوده است. با این وضع ما با مشکلات تنفسی روبرو می شویم، به ویژه کسانی که بزرگسال هستند.
با بیشتر شدن آلودگی هوا باشندگان دهلی نو از بهر بهداشتشان ماسک می پوشند. با گفته آنان اگر در هوای آلوده ماسک نپوشند با بیماری های گوناگون مبتلا خواهند شد. اینجا در شهر دهلی آلودگی هوا بیشتر است. من از همین رو ماسک پوشیدم. دود و غبار نیز بیشتر شده است. همان گونه که میبینید هیچ چیز به گونه روشن دیده نمیشود. این در حال است که هند از سالها به این سو میکوشد که از آلودگی هوا در این کشور بکاهد. اما تا کنون نتوانسته است که به گونه چشمگیر آلودگی هوا را در شهر دهلی نو از میان بردارد. یک رقابت فوتبال ربات‌ها در روسیه با پیروزی روسیه بر ایران به پایان رسید. این رقابت‌ها در چارچوب جام ربات‌های آسیا در مسکو برگزار شد. اما در حاشیه این رقابت اثر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ایران به چشم می‌خورد. روسیه و ایران در بازی نهایی جام فوتبال ربات‌ها در مسکو با هم رقابت می‌کنند. دسته ایران از شرکت در این رقابت ها خرسند است. تیم رقیب بسیار نیرومند بود و بسیار خوب بازی کرد. ما برخی از الگوریتم ها را که اخیراً بر ربات ها عملی ساخته ایم آزمایش کردیم. اما تا اکنون مشکلات آنها را برطرف نساخته ایم. تیم روسیه هم از توانایی های ویژه اش می گوید. توانایی هایی که ظاهراً اکنون تیم های دیگر ندارند. افتادن ربات ها دانش ویژه ماست. تنها ربات های ما می توانند که بر دستایشان بیفتند. این یک حرکت پیچیده است. تیم ما از افراد با تجربه تشکیل شده است. اما هنوز هم در بهترین شکل نیست. یکی از علت های ناکامی تیم ایران در این رقابت ها نبود قطعات مورد نیاز ربات ها در ایران گفته می شود. این قطعات به علت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به ایران وارد شده نمی‌توانند. تیم مارهل از ایران آمده است. با رسیدن به روسیه نخست به دنبال قطعات ربات‌ها می‌گشتند. این قطعات را در ایران به دست آورده نمی‌توانید. این رقابت فوتبال ربات‌ها با پیروزی 9-1 روسیه بر ایران به پایان رسید. در کل 200 تیم در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. این با داشته های بازار که تقدیم شما شدن وقت شما بخیر خبر کردم.